بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم امیدوارم که روزگار به کام باشه و خوش و خورم باشید و سلامت و غم و غصه گریبانگیرتون نباشه عرضم بزرگتون که امروز میخوایم در مورد یک تا پرستی صحبت بکنیم و یا همون توحید خودمون حالا یک تا پرستی یکم گسترده تر هست یکم فارسی تر هست کمتر از این تو در واقع عنوان استفاده شده باشه به همین خاطر هم برای, م... برای اینکه مفهوم بهتری رو ازش بگیریم یک تا و بتونیم درک بهتری ازش داشته باشیم برای فارسی زبان ها این عنوان رو انتخاب کردیم برای موضوع این هفته که حالا به وقتش دوستان در تا فرمان هم لطف میکنن زیرنویس خواهند کرد اما توحید و یک تا پرستی یک،, یک،, موضوع بسیار گسترده است که قطعا جهت های مختلف، از زوای های مختلف بهش نگاه شده اصل ماجراست توی همه ادیان یعنی شما بلا استثناء از آدم تا خاتم هر پیامبری هر پیامی هر گفته داشته اصلش رو بر توحید گذاشته یعنی ماجرا خیلی فراتر از آن چیزی است که ما بگیم در حد مثلا یک عبادت هست یک توحید اصل ماجراست یک تا پرستی پرستش الله متعال و تنها پرستیدن الله متعال یا همون لا اله الا الله لب ماجرای تدین و دیانت هست در همه ادیان همین موضوع یعنی این اهمیتی که داره باعث میشه که توجه بهش بیشتر بشه از زوایای مختلف بهش نگاه بشه آن چه در برنامه مقمخور چندین بار در مورد توحید دو برنامه صحبت کردیم اما امروز آن چیزی که میخوایم در مورد صحبت بکنیم اینه که توحید با خودش سعادت میاره خوشبختی میاره اعتقاد به توحید وقتی میگیم اعتقاد به توحید قبلا هم خدمتون عرض کردم در قوانین دینی و قوانین اسلامی سه شرط داره هر اعتقادی سه شرط داره باید به زبان گفته بشه در دل قبول داشته باشیم یعنی بیان بکنیم اظهار بکنیم که ما اون چیز رو داریم که حالا بحث ما امروز توحیده وقتی میگیم اعتقاد داریم یعنی این ستا هر سه باید باشند هم به مثال امروزمون توحید پس وقتی میگیم به توحید اعتقاد داریم یعنی به زبان لا اله الا الله و توحید رو بگیم ازان بکنیم به زبان اشعار بکنیم بیانش بکنیم همه بدونند با در قلبمون این اعتقاد رو به توحید داشته باشیم به یک تا معتقد باشیم و سوم در رفتارمون عمل اون نشون بدیم هر کس هر سه یک اعتقاد رو در هر زمینه ای. وقتی میگه معتقد یعنی در اون چیز رو از این سه جهت داشته باشد یعنی میشه گفت اون معتقد است به این اگر کسی توحید رو از سه جهتش زبان، قلب و جواره یا اعضا عمل کرد داشته باشه اون معتقد است. اگر زبان باشد در قلب نباشد که اصلا ماجرا منتفیست کامل اگر در قلب باشد زبان نباشد این سست و یکم ضعف ضعف درش دار... اومده اگر به زبان بگوید و در قلب داشته باشد اما عمل نکنه بهش باز یک ضعف دیگه است پس کاملش اینه که هر سه اتفاق بیفته و ما باور داشته باشیم پس اگر میگیم توحید سعادت میارد یعنی توحیدی با این شکل اعتقادی که با زبان با قلب با قلب شروع بشه بر زبان جاری بشه و در اعمال و رفتار ما دیده بشه توحید و اعتقاد به توحید زوایای مختلف داره همونطور که خدمتون عرض کردم یکی از آن چیزی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم و سعادت رو با خودش میاره رفتار یک انسان موحد و یک تا با کسی است که به او اذیت و آزار میرسونه یعنی برخورد با دشمن برخورد دشمن منظورم دشمنی که اسلحه بر روی تو برداره کشت, کشت و اینجوری نه دشمنی که تو رو قبول نداره اذیتت میکنه مزاحمته شرایط تو برات سخت میکنه زندگی رو برات تلخ میکنه با رفتار بدش با باور بدش نسبت به تو با با عکس با هاش نسبت به تو یک کسی که اصطلاحا میگن از تو بدش میاد و کارهایی که میکنه علیه توه حرفایی که میزنه علیه توه اینجاست که اگر توحید باشه ببینیم چه جوری رفتار میکنه با این اینو برای چی انتخاب کردیم؟ یعنی این موضوع رو؟ حالا یک بخشش که قطعا به خاطر اینه که ما مرجع داریم یک کتاب به اسم کتاب غمخور و رفرنس ماست از اون مطلب رو میگیریم اما چرا این موضوع اینجوری شک... توحید رو با سعادت رو از نگاه اینی که با دشمن چجوری برخورد بکنیم برخورد میکند یک انسان یک تاب پرست؟ چرا از این زاویه بهش نگاه کردیم؟ نگاه کرده شده و ما داریم بیان میکنیم به خاطر اینکه این نقطه نقطه بسیار خاصیه خیلی سخته که یک نفر در برابر انسانی که بدش میگه بدش میاد ازت رفتارش نسبت به بد بده خیلی سخته که باش یه جوری رفتار بکنی که خوبی پشتش باشه بذارید دو تا مثال تاریخی اول بزنم خدمتتون بعد از سالها شکنجه و آزاری که رسول الله علیه و السلام در مکه میبینه تصمیم به ترورش میگیرن فشارهای اقتصادی بهش میارن یاران و پیروانش رو آزار اذیت میکنند و مجبور به کوچ و مهاجرت از شهر و وطنش میشه میره مدینه تو مدینه میان دنبالش باش می جنگن همون, همون ساکنین مکه خب مشرکین مکه همه اونا باش درگیر بودن سالها این درگیری به شکلهای مختلف که حالا با تاریخ رو بخونیم و حتما بخشایش رو شنیدید به شکلهای مختلف از آزار و اذیت رسول الله علیه صلی و سلام که در مکه دیگه که در مدینه زندگی میکرده دیگه مکه ای نمی... اصلا ارتباطی با مکه نداشته این آزار و اذیت رو حتی بعد از خروج از مکه تمام نمیکنند این مشرکین مکه. زمان میگذره، توانمندی اسلام میره بالا، دولت اسلامی توسط رسول الله علیه و السلام رشد میکنه و به با, تم... با همین توانمندی و قدرت مکه ای که ببینید من تاریخش گفتم، رفتار مشرکین رو با همون مشرکین توسط رسول الله علیه و السلام فتح میشه. فتح میشه یعنی چی؟ یعنی رسول الله علیه و السلام میاد مکه، مکه با همون مشرکین با همون کسایی که آزار و اذیتش کردن زیر سلطه رسول الله علیه و السلام قرار میگیره. میتونسته مثل خیلی از این رژیم هایی که وقتی وارد یک کشور به قدرت به قدرت میرسن در یک کشور شروع میکنن گتره ای اعدام کردن و دست جمعی دفن کردن به راحتی این کار میتونست انجام بشه و حق رسول الله علیه و سلام هم بود باش جنگیده بودن سالها اذیتش کرده بودن سالها در برابر, این ج... در برابر مسلمانان جبهه گرفته بودن به هر شکلی میتونستن علیه مسلمانان عمل میکردن رسول الله آزار و اذیت و پیروانش آزار و اذیت بسیاری از مشرکین مکه داشتن گرفته بودند رسول الله علیه و سلام با اون فضا رو براتون ترسیم میکنم با ارتشش وارد مکه میشه همه از ترس تو خونه قائم میشن همه تقریبا یقین داشتن که مجازات خواهند شد میدونستند چه بلایی سر مسلمون آورده بودن تو چند سال رسول الله علیه و سلام کنار در کعبه وای میسه و اولین خطبش رو در مکه فتح شده در آن زمان با این عنوان شروع میکنه بعد از سنای الله و بسم الله و سبحان الله عبادت های مقدمه در واقع توحیدی که داشته میگه اذهبو ازشون میپرسه به نظرتون چی کار من با شما میکنم همه میگن ما پسر امو از یه خانواده ایم ببخشید دیگه کسایی که جمع بودن میگه اذهبو اذهبو فانتم الطلقاء این عنوان این بیان از هر کسی بر نمیاد بسیار بسیار باید انسان قدرت یک و توحیدش و ایمانش و اعتقادش نسبت به الله متعال انقدر بالا باشد که در چنین شرایط که میتونی هر بلایی سر اینا بیاری و حقت هست که این کارو بکنی طور که رسول الله علیه و سلام عمل میکنه و گیه ازهبو و انتم اطلقا برید شما آزادید همه رو میبخشه این بخشش این بخشش نشعت گرفته از تربیتی است که در توحید هست در یک پرستی هست در ایمان هست و این کسی که حالا توی این مثال ما رسول الله صلی علیه و و هر کسی که در موقعیت شبیه به این گذشت بکنه از دشمنش از کسی بدش گفته اولین چیزی که بلاز روحی بهش میرسه سعادت بسیار انسان خوشبختی خواهد بود این انسان دغدغه نگرانی این که اون بده و از من بدش میاد خودش اذیت و آزار میرسونه به روح انسان و وقتی که انسانی بتونه بدترین دشمنش رو اینگونه ببخشه سعادت دنیا و آخرت رو دست آورده اصلا اصلا روحیه آشفته و نگران نداره الله متعال تو این آیه آیه 28 سوره ماعده از زبان هابیل که حالا بذار اسم نگیم چون این حابیل و قابیل اسمای اس... بنی اسرائیلین در واقع در جای ذکر نشده دو تا فرزندان آدم که یکیشون میخواد اون یکی رو بکشه برای اینکه میخواد با قلوی اون ازدواج بکنه دو تا برادر اون برادر چی میگه؟ آیه, آیه قرآن, قرآن میگه از زبان حالا احتمالاً حابیل اعوذ بالله من الشیطان لا بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباستن یدی الیک لاقتلک اگر دست تو باز گشاده کنی بسطت دست تو باز کردی که مرا بکشی که منو بکشی لتقتلنی اگر تو میخوای منو بیای بکشی ما انا به باستن یدی کرد من دستمو برای کشتن تو باز نمی کنم بعد علتشو میگه انی اخاف الله رب العالم من از الله متعال از پروردگار از خداوند پروردگار جهانیان حراس دارم میترسم و در ادامهش ببینید اینی ارید و انتبو به اسمی و اسمک من میخوام به خاطر من و تو به اسم این گناه من و تو به تو برسه فتکون من اصحاب النار و اینطوری تو میتونی تو از اصحاب آتش خواهی بود و جزاء ظلم این گونه است جزای ظلم اون دنیاست نه من بکشمت و متاسفانه در ادامه فتو له و نفسه قتل اخی فقتله و فاسبح من القاسری و قابیل میاد پیرو و فتو عتله و نفسه پیرو و نفس خودش میشه برادرش رو میکشه قتل اخی فقتله تو و فتوت له نفسه قتل اخی کشت کشتن برادرش رو از درون نفسش بهش فرمان میده و اما قبول میکنه اطاعت میکنه فقتله و میکشتش فاسبح من الخاسرین و بعد از خ... خ... زیانکاران میشه که در واقع نتیجه شو این گونه میبره که بعد پشیمون میشه و اتفاقات زیادی میفته ببینید وقتی که این وسوسه, ای ارت... وسوسه بچ کردن در کسی ایجاد میشه میشه قابل و کسی که این قتل رو صورت میده حتما داستان حضرت یوسف رو بسیار بسیار شنیدید بارها شنیدید حضرت یوسف کسی بوده که به شدت داستانش رو ببینید از ابتدا توسط برادرانش اذیت از و آزار بسیار میشه از همون بچگی تلاش میکنن چون پدرش دوستش داشت تلاش میکنن که یک جوری از چش به بندازن باز نمیشه میان میندازنش تو چاه سعی میکنن و بعد از اون داستانی که پیش میاد و اتفاقاتی که میفته و حضرت یوسف میتونه وزیر یک پا... چیز میشه یک پادشاه اون مملکت میشه و برای برادراشو بعد از اون مدت میبینه تنها چیزی که انتظار میره از یک انسان عادی اینه که تنبیه بکنه سالها زجر زندان زجر بردگی زجر زجرهای زیادی میکشه از یوسف تا بعد به توفیق الهی به اون موقعیت میرسه اما همه رو میبخشه این بخشش هاست که این بخشش هاست که ناش... نشعت گرفته از توحیده نشعت گرفته از یک تا پرستیه. و این بخشش هاست که سعادت و آسایش و آرامش این دنیا به خاطر اینکه دغدغه ناراحتی ما ناراحتی همون از چیه؟ بشینید با هم فکر کنیم راجبش ناراحتی که از اطرافیان از انسان, های مختلف داریم از چیه؟ علتش چی خواهد بود؟ همین الان فکر کنید از کسایی که ناراحتی دلخورید برای چی ناراحتید؟ یکی از اصلی ترینش و شاید 90 درصد عوامل اینه که اون یه بدی به ما کرده به شکل های مختلف حالا بدی هر به هر شکلی که میخواید رو ببینید اون بدی کرده من ناراحتم این ناراحتیه بدی اونو تاثیر تحصیل... تاثیر رو اون نمیذاره میدونید من ناراحتم من دلخورم من دارم غصه میخورم من افسرده میشم من غمگینم من دارم بابت ناراحتی که اون ایجاد کرده دلخوری که اون ایجاد کرده اما اگه گذشت باشه همونطور که دین اسلام به ما میفرمایند قوانین الهی میگند اگر گذشت در ما باشه هیچ گونه از این هیچ کدوم از این بدیهایی که دلخوری ایجاد میکنه ما رو دلخور نخواهد کرد این یعنی سعادت این یعنی رسیدن به قله سعادت یعنی آرامش پیدا کردن از چی به وجود میاد از تبعیت دست... از دستورات الهی از پذیرش قوانین یکتاپرستی ما در چیز در قوانینی که الله متعال به اون آموزش میدن این گونه به ما ببینید اینگونه در آی سوره آل عمران آل عمران 134 آی این گونه توصیف میکنند متقین یا مؤمنین رو ابتداش با آی آیه 133 رو قبلش رو خدمتتون میخونم و, و, می و سارعوا الى مغفرت من ربكم بکن. تلاش بکنید سرعت ببخشید عجله کنید به رسیدن به مغفرتی که از پروردگارتون بهتون میرسید و جنت ارضها، و هست سماوات و الارد و بهشتی که پهناش به اندازه آسمان ها و زمینه اینا, اینا مغفرت و این بهشته چیه؟ مال کیه؟ عدت للمتقین آماده شده اعداد شده عدت للمتقین برای کسایی که پرهیزکارن تقوا پیشی میکنن برای کسایی که توحید دارن یک تا پرستند بعد توضیح میده در مورد متقین متقین کی هن؟ الذين ينفقون في السراء والضراء کسانی که در اسر و در جهرشون در, در, زمانهای مختلف انفاق میکنند این یکی از صفت ها اما صفتی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم پس یکیش انفاق. و الکاظمین الغیز کسانی که غیز خودشونو رو میخوا... خاموشش میکنند عصبانیتشون رو کم میکنند از بین میبرند و العافین عن الناس و کسانی که مردم رو میبخشند چه مردمی بخشیده میشن مردمی که بهت بد, بد کرده دیگه والله یحب المحسنین این هم اون توحیده این باعث میشه دیگه چرا این کارو میکنه چرا ول کازمین الغیزه چرا ول آفینن الناس چرا یونفقون فی السراء چرا پریزگاره چون میخواد به این برسه والله یحب المحسنین به عشق الهی برسه و خداوند و الله متعال محسنین نیکوکارانی که این کار رو میکنند این کارا رو میکنند دوست داره من تلاشم برای اینه که الله منو دوست داشته باشه این سعادت میاره سعادت آرامش خوشبختی این شکلی به وجود میاد و اون چیزی که همه دنیا الان دنبالشن همه میخوان به سعادت برسن ولی نمیدونن کجاست اصلش تو توحیده نهفته نه شده تو یک تا پرستی. بخوای سعادت داشته باشی باید قوانین الهی رو همینطور که الله متعال بهمون یاد داده در برخورد با انسانها در ارتباط با انسانها اینگونه برخورد بکنیم ببینید باز چگون باز میایم در سوره شورا آیه چهل از وام میگیریم از قر... از آیات قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان رجیم و جزاء سیئه سیئه مثلها یه قانون میاره خب جزای یک کار بد مثل همون کار مثل همون یک بدی مثل همون کسی بد بدی کرد جزاش بدی کردنه همون بدی رو باش انجام این این قانون بشریه انسانی در حد قانون روی کره زمین این گونه است کسی یک اشتباهی کرد باید با همون اشتباه یا شبیه اون توبیخ بشه حالا ادامش چیه؟ ادامش توحید است ادامش قوانین دنیاوی نیست قوانین یک تا پرستیه نیست که از الله متعال به ما گفته میشه فمن عفا و کسی که بخشید بخشش کرد و اصلحه چون بخشش صلح و میار اصلاح میاره دیگه نیکوکاری پشتش هست دیگه جامعه رو به صلح اگه همه بخشنده باشن جامعه اصلاح شده ای خواهیم داشت صلح و آرامش و سعادت درش موج میزنه فمن عفا و اصلح و هر کس بخشید و اصلاح کرد فاجره علی الله پاداشش رو الله میده چون داره از ب... از حق قانونی زمینیش میگذره پاداشش رو از الله متعال خواهد گرفت انه لا يحب الظالمین چون الله ظالمین رو دوست نداره اون کسی که به تو ظلم کرده دور از عشق الهی از محبت الهی تویی که گذشت میکنی اصلاح میکنی تو پاداش رو خواهی گرفت و چه پاداشی سعادتمندتر آرامش بخشتر از پاداشی که الله متعال عشق الهی بالاترین نقطه ارتباط انسان با بنده است ارتباط بنده با الله با معبودشه اگر به این نقطه برسیم که الله متعال ما رو دوست داشته باشه و یکی از راهش همینه ما سعادت رو در کف و دست کفمونه تموم رسیدیم به آنچه که باید برسیم هیچ ناراحتی از هیچ کس به دل نخواهیم گرفت هیچ کینه از هیچ کس به دل نخواهیم گرفت چون الله متعال ما رو دوست خواهد داشت اگر این کونه باشیم اگه موافق باشید جا داره که چون در مورد توحید یک پرستی پرسی صحبت کردیم سمبل توحید و یک یکتاب پرسی در آیت الکرسی هستش که هر روز در نماز همون میخونیم بعد از نماز و از عدیه است که بسیار در واقع هر مسلمانی تقریبا میشه گفت حفظ هستش و در موقعیت‌های های مختلف رسول الله صلی الله علیه و یاد گرفتیم که این آیه رو بخونیم با هم دیگه اگه موافق باشید میشنویم این آیه رو بعد برمیگردیم ادامه ماجرا رو با هم ادامه موضوع رو با هم خواهیم بررسی خواهیم کرد ببخشید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغوده حفظهما وهو العلي العظيم بله آیت الکرسی یک حسی داره که حتی کسایی که شاید معنی کلمات و مفهومش رو نمیدونند به خاطر همین ارتباط حسی که در واقع دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خوندن این و اینکه همه بچه‌ها از ابتدا می‌بینن که پدر مادرشون این آیت الکرسی رو می‌خونن و در بخش در عدیه های مختلف خونده میشه قبل از خواب توصیه شده خونده بشه بخش های جای مختلف دیگه این آیه آیه بسیار معروفی است حس خوشایندی داره بدون اینکه حتی مفهومش رو بدونیم حس لذت بخشی داره حالا مفهومش که دیگه چندین برابر میشه ماجرا امروز استاد سجودی ظاهرا مهمان داشتن و فرصت نکردن که پیامشون رو نکته ای که در مورد این موضوع این هفته در واقع و این محبت رو میکردن ما رو عادت دادن به اینکه در برنامه ببینیم بشنم این صحبتشون رو امروز متاسفانه نتونستن و انشالله که هفته آینده فرصت میشه و باز دلتنگشون شدیم به حال از اینکه نیست حضورشون حضور این پیام در برنامه جاش خالیه خب موضوع بعدی قاعده ای رو ما در قواعد اسلامی از رسول الله صلی الله علیه شنیدیم که خود چیز خود قوانین قوانین که رسول خود اصلا کلمه ای که ما ب... قلم... کلمه ای اسلام و اینکه به ما میگن مسلمان دلیل خاصی داره و اون دلیل رو امروز میخوایم چون یکی از عناصری است که عامل در واقع موضوع این سعادتی که بر, بر... در بر اساس اون بخشش ایجاد میشه قاعده طلایی اسلام است مسلمان بودن برای اینکه بدانیم مسلمان چه کسی است خیلی خیلی خلاصه رسول الله علیه الصلاه و السلام اینگونه فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المسلم و مسلمان کسی است که من من یعنی کسی کسی است که المسلم مسلمان کسی است که سلم المسلمون مسلمانان دیگر سالم بمانند من لسانه و یدی از زبانش و دستش در امان باشند سالم باشند ببینید این کلمه سلمه سلم مسلم مسلمون اینا همش با همین دیدن این حدیث متوجه میشیم که از یک جا نشعت گرفتن وقتی در مورد مسلمان صحبت میکنیم یعنی من تو من هیچ اذیتی به دیگری نمیرسونم حالا اینجا بحثشان مسلمانه مسلمانان از هم دیگه است رسول الله از این زاویه بهش نگاه کردن اما هر جایی که یک مسلمان به دیگری سلام میکنه سلام هم نشد گرفته از همینه یعنی بهش اعلام میکنی که من از دست زبان و اذیت و دست من از دست زبان و توانایی و اذیت من شما سالمی سلامتی من تو رو اذیت نمیکنم من باعث اذیت تو نخواهم شد ببینید ما به خیلی ها سلام میکنیم و متاسفانه بعد اذیتشون میکنیم یعنی به قراردادی که بستیم به قانونی که مثلا ما رو مسلمان نامیده داریم خیانت میکنیم اگر به دیگری اذیت برسانیم و چه بسا که بسیاری این از این اذیت ها از پشت سر اتفاق میفته یواشکی اتفاق میافته. نمیخواد دور میزنه طرفو و سرش کلاه میذاره و حقش رو میخوره و به ظلم میکنه و انسانهای زیادی هستن که این قانون رو میذار پس ما من مسلمان با گفتن شهادتین و اعلام این که من مسلمان هستم این قاعده رو پذیرفتم که هیچ کسی رو اذیت نکنم حالا تأکیدن مسلمانان رو یعنی تو جامعه که دارم زندگی میکنم حالا در برابر این دستور اسلام چیست؟ انسان های زیادی هستند که اذیت میکنند و این ظلم, اتفاق میافتد من مسلمان رفتارم باید چگونه باشه؟ ببینیم یکی از, قا... یکی از روش ها رو که از قرآن وام بگیریم در سوره فرقان آیه 63 الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعباد عباد الرحمن الذین و بندگان خدا و بندگان رحمان حالا این که صفت رحمان آورده شده علت داره و عباد الرحمن الذین یمشون علی ارض حونا که با آرامش روی زمین آرامش خیال آرامش درون روی زمین راه میرند رفتارشون چیه این آرامش از کجا میاد و اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما و وقتی انسانهای نادانی که از روی نادانی اذیت و آزار میکنند انسان رو قالو سلاما شما از دست ما اذیت نمیشید این قاعده ای است که اسلام به اون تاکید داره اگر میخوایم مؤمن باشیم اگر میخوایم عباد الرحمن باشیم و بندگان مخلص الهی این رو فراموش نکنیم در برابر آن کسی که به ما ظلم میکند نگاهمون گونه باشه بذارید اینجا یه پرانتز باز بکنم وقتی ما میگیم آن کسی که به ما ظلم میکند دلیل بر این نیست که ما ظلم رو میپذیریم دلیل بر این نیست که اگر حاکم ظالمی بر ما باشه ما بهش بگیم سلاما اینجا قضیه متفاوته تلاش قوانین اسلامی بر اینه که جامعه رو اصلاح بکنه جامعه اصلاح شدن به افراد جامعه به من, من و همسایه و اقوام و دوست و برادر و همونطور که برادر حابیل با قابیل مثال زم خدمتون همونطور که رسول الله علیه و در برابر مشرکین هم در واقع هم خونیاش یا اهالی هموطنش در اونجا صحبت کردیم همونطور که یوسف به برادرش بخشش میکنه این بخشش هاییست که اما اون که حاکم هست اون وظیفهشه که حکومتش بر اساس جور و ظلم نباشد و باید اون حاکم رو سر جاش نشوند اگر که ظلمی, ظلمی بشه چون دارید داریم از حق, از حق ظالم که به یه نفر ظلم نمیکنه حاکم به یک نفر ظلم نمیکنه به جمع ظلم میکنه به جامعه ظلم میکنه به بندگان خدا ظلم میکنه اونجا وظیفه اصلا متفاوت میشه این بحث رو یه موقع با این قاطی نشه ما اشتباهاتی که از اطرافیان از هموطنان از دوستان نزدیکانمون یا همشهریانمون به اون میرسه و ما اونا رو جاهل اینجا رسول الله متعال اونا رو جاهل میداند خب نگاه اسلامی اینه که این نمیدونه این بدبخته باید بهش رحم کرد یک مسلمان این گونه نگاه میکنه با رحم و عطوفت نگاه میکنه به قضیه و به همین خاطر این قاعده رو میپذیره که چون رحم درش هست و بعد این یک قاعده است که همونطور که در آیه قبلی هم خدمتون خوندم اصلاح به دنبالش میاره منی که این کار میکنم دیگری هم اصلاح میشه در جامعه این این روش اصلاح کردن جامعه است نه روش تحمل ظلم نه اینکه من زیر ظلم و جور حاکمی که وظیفش عدالته قاضی که وظیفش عدالته حکم جائرانه به من بده حکم ظالمانه به من بده و من خوشحالم باشم ببخشمش اون دیگه بخشش نیست اون داره در مقابل در به کل جامعه ظلم میکنه به کل كل... به حقی که در اختیار داره و زیر پا میذاره قوانین حقی حق... حق... حق حقی که در ه... گردنش هست رو داره چیز میکنه زیر پا میذاره اون باید در مقابل اون باید بره کنار اون باید از بین بره و یک انسان عادل بیاد رو کار انسان ها در بین خودشون اگر از کسی به شما آزاری رسید یکی بهترین راش اینه که ببخشش علتش, علتش, هم آیات زیادی رو در موردش امروز صحبت کردیم علتش هم یکی از اصلی ترینش همینه که بخشش درش هست یا همون اتفع بلتهی احسن که در این آیه خدمتون عرض کردم بذارید این آیه را بخونیم که مرتبط هست باز به همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه سوره فصلت آیه سی و چهار ولا تستوی الحسنت ولا السیئة خوبی و بدی یکی نمیشن مثل هم نیستن اون که خوبی میکنه قطعا نتیجه بهتری میگیره بعد ادامه چی میگه؟ اتف بلتی احسن اگه بدی دیدی بدی رو با چی دفع میکنی؟ با بهتر شدن ببینید ما میخوایم بدیه رو اصلاحش بکنیم دفعش بکنیم وقتی که کار خوب میکنیم وقتی که گذشت میکنیم وقتی که با احس بهترین حالت برخورد میکنیم میخوایم بدیه رو دفع بکنیم نه اینکه بدی بماند وقتی حاکم ظلم میکنه بدی میماند اگر شما ادامه بدید چون اون قدرت داره با قدرتش ظلم تو میکنه به بعدی میکنه اگر ساکت بمانیم ادامه پیدا میکنه و به همه این دفع نمیشه چون صاحب قدرته اما در مقابل من و دیگری طرف مقابلم که حالا اومده به من آزار و از اذیت رسونده از جب جامعه من اگر بهش خوبی بکنم این دفع چیز باعث میشه که این خوبی من باعث دفع بدی میشه بدی رو از جامعه دور میکنه و ادامهش میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا الذی بینك و بینه عداوه و بی و اگر بین کس بین آن کسی که بین تو و بینش دشمنی باشه که انه ولی حمیم اینی که شما به یک بزرگتر یک ولی حمیم در واقع بذارید ترجمه دقیق کلمه حمیم رو یک فرصت بدید من از ترجمه شو فعال بکنم که بله خب ببینید کسی که بین تو و او دشمنی به وجود میاد میشه دوست مهربان ولی همیم بینتون ولی همیم میشید این نتیجه اطفع به احسنه و به این دلیل اسلام به دنبال این هست که ما گذشت رو در برابر بدیها به گذشت برسیم چون گذشت کردن باعث اصلاح جامعه میشه باعث میشه که جامعه خوبی داشته باشیم سعادت و خوشبختی برسه همونطور که موضوع برنامه ما دنبال کنیم به, به خود کسی که گذشت میکنه سعادت خود خوشبختی بسیار میرسه به کسی که ظلم, کردی... ظلم کرده هم با این برخورده تو به خودش میاد شوکه میشه من بهش بدی کردم این داره خوبی میکنه بعد نتیجه میبینه بعد تغییر رفتار درش به وجود میاد تلاش ما برای این است اگر اتفاق نیفته اون از اشکال, از اونه نه اشکال از ما که نباید ببخشیم ما میبخشیم در تلاش برای اینکه این اصلاح اتفاق بیفته اگر نیفتاد دلیل بر ما اشتباه از ما نیست چون این دستور الهی است این نشأت گرفته از توحیده توحیدی که نمونهاشو خدمتون عرض کردم از پیامبران از پیامبران مخت... پیامبر رسول الله صلی الله و یکی از این پیامبران یوسف یونس هست که دعای معروف یونس رو بذارید با هم مرور بکنیم وقتی که یونس به خاطر ظلمی که بهش میشه در به خاطر ظلمی که بهش میشه در شکم ماهی یا حالا احتمالا وال دیگه چون ماهی کوچیک که نمیشه چه بکنم انسانی درش قرار نمیگیره دعای سیدنا یونوس میگن یکی از ای است که انسان اگر اون رو در موقعیت که بهش ظلم میشه بگه اگر اون رو در موقعیت که بهش ظلم میشه بگه باعث میشه که انسان از به ظلم و ببخشید من فراموش کردم خاموش کنم از میخوام اگر که دعای حضرت یونس رو یاد بگیریم و در سختی هایی که سختی فرات... بالاتر از این که حضرت یونس درش قرار گرفته بوده دیگه نیست اما چهار انسان رو در این آیه در این ببینیم دعا رو با هم دیگه چهار عنصر رو درش می گنجونه لا اله الا انت ابتداش با چیه؟ توحید سبحانک توحید و تنزیه سبحانک بندگی الله انی کنت من الظالمین من از ظالمان بودم اشتباه کردم اعتراف به اشتباه موقعیتی است که دعای حضرت یونس در موقعیتی قرار میگیره که اشتباه خودش رو که به نتیجهش به اون زندانی بود زندانی شدن در شکم ماهی بوده رو اعتراف میکنه و با همین چهار تا کلمه از گناهانی اشتباهی که کرده رو از خودش دور میکنه و نجات پیدا میکنه از چکه ماهی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اینو یاد بگیریم و سعی کنیم در موقعیت های مختلفی که به سختی میافته زندگیمون این رو بگیم و از خداوند آرامش و آسایش رو بخوایم و بپذیریم که اشتباهاتی کردیم در زندگیمون این اشتباهات حاصلش این موضوع بوده که به نتایج سخت رسیدیم سختی هایی که داریم میکشیم حاصل اشتباهاتی است که نتایج اشتباهاتی است که خودمون داریم میکنیم حتی اگر اون سختیه عاملش یک انسان دیگه ای باشه یعنی یک کسی داره به ما اذیت و آزار میرسونه من این باور رو به عنوان تو یک تو موحد و توحید و یک تا پرستی که ایمان به الله دارم و ارتباط با ارتباطم با الله تقویت میکنم این رو باور دارم این رو باور دارم که اشتباهاتی که کردم حتی همین اذیتی که الان دارم میشم از ترسست یک نفر ما امروز بحثمون رو اینه دیگه این هم جز همیناست عاملش خودمم هم. من مسلمان مؤمن اولش به این فکر میکنم این سختی که دارم میکنم این اذیتی که دارم میشم درسته یه نفر دیگه داره منو اذیت میکنه اون هست تو خضیه اما باعثش خودم هم هستم ظلمی که انی کنتم من از ظالمین و اینگونه گونه خودتون رو پاک کنیم خودمون رو پاک کنیم از شرایط بد و به درگاه الهی عبادت به درگاه الهی پناه ببریم و از او بخشش بخواهیم به خاطر شرایط سختی که داریم و این گونه است که همچون یونس این رو توسی... از توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلام است که یونس دعای حضرت یونس علیه و علیه نبینا افضل الصلاه والسلام یک بار دیگه با هم میبینیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین خیلی بسیار ساده و بسیار خیلی کوتاه خیلی پرمغز دعایی بسیار پرمغز و پرمحتوایی است و بسیار اثرگذار همونطور که الله متعال گفت همونطور که رسول الله علیه و سلم گفتن در شرایط سخت این دعا رو بسیار تکرار بکنیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین خب در مورد بحثی که اینی که سعادت و خوشبختی رو از در واقع از توحید و یک تا میگرفتیم می گرفتیم یکی از عواملش رو خدمتون عرض کردم اصل ماجرا رو همون موضوع بخشش هست اینه که سختی ها رو ما ازش دوری بکنیم و بتونیم به در واقع با رسیدن به با از بین بردن آتش خشممون و عفو گذشتی که حاصل این موضوع هست بتونیم به نتایجی به, به آرامش درون برسیم خودمون رو به آرامش خودمون رو در واقع آتیش بریزیم رو خشممون چون پشت سر عصبان پشت سر اتفاقی که بر ما میفته و اذیتی که میشیم خشم شکل میگیره و این خشم باید با توسط همین قوایدی که خدمتون عرض کردم از بین بره در اتفاقاتی که در تاریخ افتاده یکی از موقعیت هایی که در تاریخ اسلامی شکل گرفته موقعی بود که به حضرت عایشه رضی الله عنها تهمت زده شد و حادثه اف که حتما شنیدید ازش اونجا یک اتفاق میفته بذارید من آیه رو بیارم خدمتون که بتونیم راجبش صحبت بکنیم آیه سوره در سوره نور آیه 22 بذارید من حاضر رو بگم قبل از که آیه رو با هم ببینیم حضرت ابوبکر پدر حضرت عایشه رضی الله عنهما شخصی یکی از اصحاب به اسم مسطح رو کمک مالی میکرده در طول اون مدت انسان مستمندی بوده و حتی او هم یکی از عادتاش این بوده که معروف بودن به این که به مستمندان بسیار کمک میکرده حادثه اف که پیش میاد همین مسطح میاد و جز کسانی بوده که آرا علیه از تاهاش صحبت میکرده یعنی به اون تهمت دامن میزده و این خیلی حضرت عبوبک رو عصبانی میکنه حضرت حضرت ابوبکر بسیار ناراحت میشه از این عکس العمل کسی که تو این شرایط چرا این تهمت رو به دخترش داره میزنه و پاکی با اینکه حالا بعد آیات قرآن نازل میشه و پاکی حضرت عایشه با آیات قرآن پا پاکیشون از این تهمت و مبراب شدنشون از این تهمت توسط آیات قرآن آیات الهی با الله متعال ایشون رو تبرئه میکنند و میگن که در واقع بیان میشه در سوره نور کاملا به تفصیل اومده این ماجرا که از این تهمت ناروایی که جامعه اون زمان به حضرت آیشه میزنه مبرا میشند حضرت ابوبکر تصمیم میگیره که دیگه به مسطح کمک نکنه چه عاملی باعث این موضوع میشه همون همون خشم همون عصبانیت تو موقعیت بسیار حساس حضرت ابوبکر این تصمیم رو میگیرند به دلیل اینکه حضرت ابوبکر که از بهترین بندگان الله متعاله و از نزدیکترین دوستان وفادار رسول الله الله علیه و سلم و از پشتیبانان اصلی دین اسلام در آن دوران سخت از طرف الله متعال برای راهنمایی از توبک آیه نازل میشه آیه 22 سوره نور ولا يأتل اول اعوز بالله من ولا یعتل اول الفضل منكم و, و متمکنان و توانگران شما نباید سوگند بخورند خب ولا یعتل فضل الفضل منکم اولو الفضل یعنی صاحبان فضل از شما نباید سوگند بخورن ولا یعتل کوچیک بکنم فکر کنم این ترجمه اجازه نده ما د... خود آیه رو درست بخونیم اینجا بذارم شاید جاشو خب ظاهرا آه خب ولا يأتل أول الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أول القربة أول القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله و متمکنان و توانگران شما نباید سوگند بخورند که به خیشاوندان و بینوایان و مهاجران در... که در راه خدا بخشش نکنند بگن دیگه ما نمی بخشیم بهش بعد پیام در واقع پیشنهاد الله متعال دستور الله متعال به حضرت عبوبک چیه؟ ولیعفو ولیصفهو این دستور الان برای عبوبک صدیق رضی الله تعالی عنه نازه شده اما در واقع برای همه مسلمان هاست که در موقعیتی مشابه قرار میگیرند. گیرند چی کار باید بکنند؟ باید عف کنند و درگذرند فلیعفو و این قاعده است و اليعف و الیصفهو. این اسلام به شدت روی این ماجرا چون آثار اصلاحی داره هم جامعه رو اسلام میکنه هم خودمون رو به سعادت و آرامش میرسه این قاعده است بعد ادامش میاد الا تحبون ان یغفر الله لکم ببینید این نتیجهشه دیگه آیا دوست ندارید که خداوند از شما درگذرد خداوند در شما اشتباه میکنه هر انسانی اشتباه میکنه شما بخشش خدا رو نمیخوای پس خودت هم ببخش بعد تأکید میکنه برای که بر این دو تا صفت و الله غفور رحیم و خداوند آمرزگار مهربان است ببینید اینگونه تربیت میشه مسلمان توسط رسول توسط الله متعال الله متعال اینو میخواد از ما فلیعفو فلیعفو ولیعفو ولیصفحو عفو و گذشت بکنند این گذشته ادامه چیه بخشش الهی یغفر الله لکم دیگه از این بالاتر سعادتی فراتر از این وجود نداره پس نتیجه ای که از این برنامه امروز میگیریم چون رسیدیم به پایان برنامه و دو دقیقه دیگه پایان برنامه میره در واقع وقت برنامه پایان برام میرسه ازتون خواهش دارم امیدوارم که بحثی که امروز کردیم چون میگم بخش بسیاری از مشکلاتی که ما با دیگران داریم با اطرافیان داریم نشأت گرفته از اینه با این شکل ما میتونیم به آرامش و سعادت برسیم اطرافیان دوستان همشهریانی که به ما اذیتی میرسونند ببخشیمشون ولی عفو ولی اصفه میبخشی اون یاد میگیره که بخشش چقدر خوبه اون متوجه اشتباهش میشه و تو رحمت الهی رو به دست میاری سعادت دنیا و آخرت به دستت میاد امیدوارم که برنامه امروز متوجهتون قرار گرفته بوده باشه و نتیجه مطلوب رو ازش گرفته باشید و امیدوارم که اگر قصوری از طرف ما و شبکه نور در ارائه مطالب هست رو به بزرگواری خودتون ببخشید ما رو عفو کنید و ما رو تنها نذارید با ما در ارتباط باشید پیام هاتون رو به ما برسونید و مهمتر از همه ما رو در دعاهای خیرتون از دعای خیرتون بی نصیب نکنید الله یار و نگهدارتون باشه